سلام، خوش اومدید به یکی دیگه بنای پروژکتور. من شعبم. من مهدی. قبل از اینکه شروع کنیم، به دلیل درخواستای زیادی که من دیگه شلوارک نپوشیدم، من رفتم شلوار خریدم. بخاطر همین خیلی وقت ما ویدیو نداشتیم، داشتم دنبال شلوار میگشتم. خب از اون گذشته، برنامه امروزمون چیه؟ درباره فیلمای تابستونی خیلی دوست داشتن حرف بزنیم. متاسفانه نصف جون گذشت که شعب تونست بره شلوار پیدا کنه، واسه همین یه عالمه فیلمای جون و بعد سریع از روشون رد میشیم، میریم فیلمای جولای و آگوست رو بیشتر دربارشون حرف میزنیم. روز یکی دو هفته جون مونده. خب فیلمای جونو که دربارشون بزرگایی که دست دادیم، یکی جوراسیک ورلد بود دربارش حرف نزدیم که من دیدم تو نگیدم و اونا به زودی بازبینی میکنیم حتما دیگه. اینسیدیوس 3 رو که جفتمون دیدیم بازبینیش هم میذاریم به زودی. بعد دیگه چی بود؟ ها، اینساید اوت هم که امشب قراره بریم ببینیم. امشب قراره بریم ببینیم ان شاءالله. یه فیلم دیگه هم هست که کم الان ریلیز شده، می ارل اند داینگ گرل. اونم حتما اگه دیدم حتما بازبینی میکنیم. خیلی فیلم مستقل تریه. آره، مثل وی پلش ساندنس خیلی سر صدا کرد، خیلی دوست دارم چه خبره. خب فیلمی که هفته دیگه میاد، اولین فیلم تد 2ه. خب تد 2 کارگردانش خود چیزه، سد مکفارلن. من انتظار زیادی ندارم. من تد 1 رو خیلی دوست داشتم، اما با اون فیلم چی بود، میلیون ویز تو دای این ویز، واقعا خود سد مکفارلن اصلا خنده دار نیستش و نباید بازیگری رو، نه واقعا نباید بیاد تو خود فیلم ها، چیزای قشنگی می نویسه. آره آره. بعد اگه مثل تد 1 فقط چیز باشه، کارگردان باشه و صدای خود تد هم هست دیگه، سد مکفارلن. آره، اگه همون کار بکنه به نظر من میتونه جواب بده، اما اگه آره مثل امیلیون تو داین وست نشه خیلی خوبه. من فکر کنم مثل یه ذره چیزتر از کمتر از قبلیه چیز بگیره، قبل از دوستش آره. دوستش داشته باشم، ولی بازم میخنده مردم. آره. بعد دیگه فیلم بعدی ترمیناتور جنسیس. I'll be back. من هر دفعه میرم تریلرای این فیلمو ببینم میگم که خب مهدی این دفعه میری که از این فیلم خوشت بیاد، اما همیشه ناامید میشم. نمیدونم، یه چیزی هست درباره تریلراش که اصلا من خوشم نمیاد. نمیدونم، منم احساس خوبی ندارم. بعد دیگه آرنولد هم پیر شده، واقعا دیگه دارن کشش میدن. وقتی یه چیزی کش میدی جواب نمیده. اصلا داستانش داره، داستان اون چیزی که من تریلر ها فهمیدم، داستان یکشو داره پاک میکنه، دوباره داستان یکشو داره مینویسه. آره آره. بعد نمیدونم، به خاطر اینکه اون ویلن جاجمنت دی خیلی معروف شد، اونو دوباره دارن میارن. همون جلیه چیه، جیوهیه چیزه. آره دیگه جیوه است. آره جیوه. بعد ترمیناتور قبلی هم که همچین مالی نبود، تعریفی نداشت. بعد تریلرش هم یه دو سه تا چیز لو میده، دو سه تا چرخش قشنگی که تو داستان احتمالاً داشت و مثلا دو سه تا سورپرایزی که قرار بود تو داستان باشه رو لو داد. بعد من نمیدونم حالا این سورپرایز اصلی ان یا نه، چون آره اونقدر پیچیده نیست، میتونست قشنگ تو تریلر نشون نده، همه رو سورپرایز کنه. اصلا پیچیده نبود، خیلی ساده بود. خود چیز لو داد، خود تریلر خود فیلمو یکم مسخره کرد. حالا امیدوارم اشتباه کنم و فیلم خوبی از آب در بیاد. دیگه ماجیک مایک 2، ماجیک مایک XXL. ماجیک مایک 2 هم من مجبورم که یکو ندیدم، بیشتر فیلمو برای دختراست، برای من نیست. یکیشو اتفاقا من هم همین فکر رو می‌کردم، رفتم سینما، خیلی تجربه ناراحت کننده ای بود، چون فقط من بودم و 4 تا دختر، اما فیلمش خیلی فیلم درامای قشنگ بود. من فکر می‌کردم فقط درباره چند تا پسرن که قرار بیان لخشن و اینا، اما یکیش خیلی قشنگ بود. اما متاسفانه هم فکر کنم هم کارگردانش عوض شده، هم متی مکانی دیگه نیست توش. دیگه من بعید میدونم خوشم بیاد. تریلراش هم تا حالا هیچی نشون نداده، فقط چند تا کلیپ نشون داده که پسرها دارن میرقصن. دیگه کارتون بعدی مینیونز دیگه انقدر این مینیونا پول در آوردن این دسپیکبل می که دیگه حتما باید فیلمشو میدادن بیرون. من فکر کنم فیلم خیلی قشنگی بشه. من نمیدونم چرا، منم تریلراش خوشم اومد، اما نمیدونم آخه توی دیسپیکبل می 1 و 2 چیز بودش، بیشتر نقش جانبی داشتن دیگه. با خودم بامزه بود، الان اصلی شدن نمیدونم. آره نمیدونم آیا اونقدر چیز دارن که بتونن یه فیلمو کامل خودشون بچرخونن، یا میخوان فیلمو مثلا اسمش فقط مینیونز باشه و دوباره مثل دیسپیکبل می باشه، چون تریلراش هم نشون نمیداد که 100% فقط قرار مینیونا باشه. باز داره نشون میده که
اونا میان توی دنیای جدید با یه دشمن جدیدی میخوان آشناشن و اینا، واسه همین نمیدونم که میخوان مینیونا رو شخصیت اصلی بذارن، چون بعید میدونم بتونن به عنوان شخصیت اصلی کل فیلم اینا همش دو 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 اینجا حرف بزنن. آره جالب میشه فیلمو بگم. من به نظرم فیلم جالبی خواهد بود، نمیدونم، برای بچه‌ها که حتما دوست دارن. فکر نکنم کار خرابکاری کنن، چون خرابکاری نمیشه با این کار. آره فیلمای پرفروش میدونم میشه، چون کارتون کلا فیلم بعدی 1 میلیارد میفروشه. دیگه انتمن. انتمن تو صحبت کن. این که کلا دفتر کامیک بوکی نیستش اینا. قبل از که بگی من داره اعصابم واقعا خورد میشه از این اینا. این مارول اومده نقششو کشیده تا 2020، هر چی فیلم داره میده مردم هم میرن پول میدن. بابا ندید پول ندید به اینا، قشنگه. دوست چی قشنگه. انتمن یارو اندازه انت میشه. آره این انتمن من واقعا چیزه، یکم دربارش دو دلم، چون چیزه اول قرار بودش ادگار رایت کارگردانیش کنه، یعنی اصلا مارول برنامه نداشت که اصلا همچین فیلمی درست کنه. ادگار رایت خیلی دوست داشت که یه برداشتی از خودش بیاره و اینا. بابا ادگار رایت کمدینه، فیلم کمدی آره. سازه. آره دیگه قرار بود اصلا فیلمش کمدی باشه، بعد ادگار رایت چیز شدش به یه مشکلی خورد که مجبور شد بره فیلم چیزو درست کنه، وردز اند رو درست کنه. این افتاد عقب، بعد موقعی که اومد برگرده اینو درست کنه دیگه خیلی دنیای سینمای مارول پیشرفت کرده بود. اون ایده اون کوین فایگی گفت جواب نمیده، واسه همین ادگار رایتو گذاشتن کنار، به جاش یک کارگردان دیگه بردن که کارگردان یسمنه. یسمن جیم کری که مینی چقدر فیلم خوبی بود. آره یکم ضعیف بود یسمن. بعد دیگه چیزه واسه همین کارگردانش عوض شد. من همچنین دو دلم اما دیگه مایکل داگلاس و پال راد تریلراش خنده دار بود، یه صحنه قطارش خیلی بود. ولی از اون فیلم هایی میشه که دیگه مثل همیشه 200-300 میلیون فروش میکنه دو هفته اول، بعد یه هایی میخواب زمین رتبش هم میاد پایین. یعنی دیگه سورپرایز نیست برای من فیلم های کامیک بوکی همه همینه. به نظر من تو سبک گاردینز آف گالکسی کمدی میشه. حالا چیزه نمیتونم مثل اون بکنم دیگه. چیزه فیلم بعدی مستر هولمز. مستر هولمز هم ایان مکلن خیلی بازیگر خوبیه، من واقعا بهش اعتقاد دارم، ولی از اتمسفر، یعنی تریلر دیدم از اتمسفر فیلم خوشم نیومد، نمیدونم چرا. خیلی تعریف میکنن تو جشنواره. آره آره خیلی مثل اینکه فیلم قشنگه. آخرین کیس هولمز دیگه. آره. شرلوک هولمز. ولی میگم از اتمسفر فیلم خوشم نیومد، ولی خدا کنه فیلم خوبی باشه. من عاشق ایان مکلنم، گندالف، نمیدونم مگنیتو، دیگه چی عالی بهتر از این نمیشه. من جز بازیگرایی که الان خیلی پیرم شده، اگه یه روزی خدایی نکرده بمیره گریه میکنم، خیلی دوستش دارم. آره. یه فیلم دیگه هم که من بازم یه ذره خوشحالم که داره میاد ایرشنال منه. ایرشنال من بازیگری خواکین فینیکس و چیز اما استون، بعد کارگردان کی وودی آلن. تریلرش رو دیدم یکم شبیه انی هال و منهتن و اینا بود، گفتم شاید میتونه دو حالت باشه، یا مثل میدنایت این پاریس خیلی ایده قشنگ و جدیدی باشه، یا میتونه مثل اونا کلیشه و رومانس کلیشه باشه که دیگه ما دیدیم قبلا از وودی آلن، لازم نیست دوباره ببینیم. آره اگه وودی آلن آخه هر سال فیلم میسازه، هر دوبار هر سه بار یه بار یکیش میگیره مثل نه یکیش میگیره مثل میدنایت این پاریس، یعنی جدیدنا که هر سه تاش یکیش میگیره. اون فرام لاو وید روم بود چی بود مثلا فیلمای ضعیفی بود. آره دیگه واسه همین نمیدونم که اینم قراره جز اونایی باشه که میگیره یا جز اونایی که نمیگیره، اگه مثل میدنایت این پاریس باشه که باشه. ولی آره ولی من اعتقادم به خاطر اینکه واکین فیلیکس سکریپت های به درد نخور بر نمیداره. فیلم نامه قرش به فارسی حرف بزنیم باش. فیلم نامه های به درد نخور بر نمیداره. اماستون هم که دیگه کار کردنش داره بهتر میشه، همینطور داره فیلم های بهتر انتخاب میکنه، مطمئنن یه فیلم نامه خوبی انتخاب کرده. فیلم نامه آره. فیلم بعدی اسمش از ساوت پاک، خیلی دیگه من عاشقشم. خیلی تعریفش شدم. این کارگردان ترنینگ دی اسمش چیه؟ آنتونی فوکو. انتونی فوکو اوکی. کارگردان ترنینگ دی و ایکولایزر پارسال. ایکولایزر بعد خوش آمد بد نبود، ولی اونقدری که تعریف میکردن خوب نبود. بعد ترنینگ دی عالی بود. ترنینگ دی من دزو واشنگتن فقط ترنینگ دی دوست دارم. بعد ولی تریلرش به نظرت نیست که خیلی نشون داد؟ خیلی لو داد، یعنی من قشنگ دقیقه دو تریلرش گفتم دیگه چرا فیلمو ببینم. پس اگه اینطور نشون داد همه چیزا دور زدناش یا سورپرایزاشو، یعنی اینکه کل فیلم درباره انتقام گرفتن دیگه. آره ما هم زیاد لو نمیدیم اینجا، شما هم اگه تریلرشو ندیدین لطف کنین نبینین،
یعنی کسی هم دیده باش حرف نزنین، برین خود فیلم رو ببینین، لذت ببرین، چون تقریبا همه رو نشون داد و خیلی دارن الان برای اسکار سال دیگه واسه چیز دارن جک جلنهال رو چیز دارن، خیلی هم هیکل درست کرده چون واسه نایتکراله لاغر مردنی بود اصلا. یه دوست اینه برای ساوتپون میخوان چیزش کنن؟ آره. نه بابا اگه برای نایتکراله نبرد برای اینم نمیره. ببین بهترین نقش اسکار اینجوری هست که یک سالی حق یکیو میخوره سال بعدش بهش میده. آره. پیکسلز آدم سلر تو صحبت کن. آدم سلر که دیگه واقعا جز اون کسایی شده جوک شده مثل مایکل بی و اینا، واقعا هر روز آرزو میکنم که فیلم نسازن. اما من پارسال فیلمی ازشم بد نبود، با هم دیگه توی جشنواره تیف دیدیم. آره. من ومن چیلدرن. آره این اولین فیلمی بود که از آدم سلر دیدم که یکم فیلم درست حسابی بود بعد از مدت ها. نمیدونم جک اند جیل، دتس مای بوی، گرامس یک، گرامس دو، اصلا یه چیزای دیگه ساخته که دیگه واقعا خودش خودشو داره مسخره میکنه. اینا تریلراش یکم خنده‌دار پیدا کردم، حالا نمیدونم، امیدوارم که آدم سلر شروع شده باشه به آدم شدن. آدم سلر آدم سلر آدم بشه. فیلم بعدی که خیلی ما دوست داریم ببینیم چیه؟ میشن ایمپاسیبل ده روگ نیشن. روگ نیشن بازیگر تام کروز. وای این اصلا این بازیگر محشره، یک کارایی میکنه. وای کارگرانش هم براد برد دیگه. نه نه کریستوفر مکواری. کریستوفر مکواری نه، او ایج اف تومورو. اوکی نه رایتر ایج اف تومورو، دایرکتور جک ریچر. فیلم جالبی نبود. اون صحنه‌ش اگه تو تریلر دیده باشی که با هواپیما میره بالا، اون واقعیه. من اصلا باور نکردم. من آخرش اینو که دیدم گفتم که اه چرا یه صحنه واقعی نذاشتن، یه صحنه مثلا تصویر کامپیوتری گذاشتن و اینا. بعد رفتم خوندم که واقعا خودشو با تناب و اینا چسبونده بودنش به هواپیما، هواپیما رو بلند کرده بودن و اون صحنه‌ش واقعا محشر و کارایی که میکنه ادرنالینه. تو میشه ایمپاسیبل چهار گفتی ندیدی؟ نه دیدم، همه دیدم. چهارم دیدی؟ حتما من میخوام دوباره چهارش ببینم، چهارش خیلی دوست داشتم. نه چهارش دیدم، چهارش رفتم سینما. همون برج خلیفه. آره، دیگه خوش آویزون میکنه، اصلا این کارایی میکنه که هیچ کس نمیکنه. قشنگ. آره جالب بود. دیگه چه فیلم دیگه؟ یه فیلم دیدم وکیشن که مثلا که ریمیک یه فیلم چیزه. من اصلا تریلرش رو خنده‌دار پیدا نکردم. همه جوکش تریلر بود، تابو بود اصلا. این یکم که مثلا تو حرف نمیزنی فانتزی کور. فانتاستیک فور چیزه به کارگردانی اون یارو کارگردان کرونیکال چی بود؟ کرونیکال اسمش جاش ترانک. جاش ترانک که آره کرونیکال ساختش و اینا و خیلی هم به نظر من ایده فانتاستیک فور به ایده کرونیکال نزدیکه. آره. یه سری جوون خیلی میسفیتن. آره خیلی چیز و اینا و گفتن سبک فیلمی که میخوان برن سبک انگار علمی تخیلی وحشتناکه واسه فیلم. بعد آخه فانتاستیک فور قبلی ها که فیلم برنامه کودک روزای صبحای جمعه میذاره تو کانال دو بود، بیشتر شبیه اون بود، واسه همین حتی اگه بدم شه بازم مطمئنم بهتر از اون دوتاه، واسه همین چیزه دیگه. بازیگرای جوان آوردن. ولی من با اینکه کلا فیلم های کامیک بوکی خوشم نمیاد، ام فانتاستیک فور به نظرم فیلم خوبی خواهد بود، بخاطر اینکه من تریلر شدیدم خیلی توی فضا بود، یه مدتشون جنگ و دعواشون با دوم، با همون ویلن فیلم، یا مثلا خیلی بیشتر بعد بازیگراش هم خوبن، خیلی تاریک‌تر بود و خوشم اومد، بیشتر خوشم اومد. بهتر از انتمن و نمیدونم اونجرز و چطور. جاش آره فاکس هم پارسال فیلم خوبی داد، چیزو داد، چیه، ایکس من دیز اف فیوچر. پس داره روش سرمایه، داره رو فیلماش سرمایه‌گذاری میکنه. یه چیزایی سر یه دعواهایی شنیده بودم سر ست شده بود که فیلم خوبی از آب در نمیاد و اینا، اما بعدن خیلی چیز شدش که به جاش ترانک بعد از این چیزو پیشنهاد دادن، استار وارز رو پیشنهاد دادن بیاد بسازه که قبول کرد، بعد اومد کنار خودش. پس من همین... حتما میام ببینم. آره معلومه که اونایی که تو دیزنی دیدنش پسندیدنش. اون بعدی شروع کارگردانی جول اجرتون. جول اجرتون. جول اجرتون. با بازیگری جیسون بیدمن. جول اجرتون دخترم نمیشناسم. چیزه معروف بوده که نه ربکا هال. ربکا هال. آره بعد فیلم ترسناک خودش هم نوشته هم کارگردانی کرده هم بازیگری. دوست دارم ببینم چه جوری یک چیزی کارگردانی. الان دیگه خیلی بازیگرا میزنن تو خط کارگردانی. چیز راین گاسلینگ میخواد بزنه. راین گاسلینگ زده مثل که خراب کرده، خیلی دوستش خیلی خراب کرده. آره بعد دیگه چیزه یه فیلم هم یه چیز داره میده، ملی استریپ، تازه تریلرش هم این هفته پیش اومد، ریکی اند فلش، که نقش چیزی داره مثلا یه راکستار خیلی پیرو داره و فیلمی که من خیلی منتظرش بودم از گای ریچی
که درباره گایریچی من قرار صحبت کردم، The Man From U.N.C.L.E. حتما اینو من میرم میبینم. با اینکه من گایریچی یه چیز خیلی زیادی که فیلماش دوست دارم اون لهجه انگلیسیشه که تو این فیلم همه آمریکایین، آمریکایی روسین. یه این یه چیزشو من دوست دارم. آره من تریلرش دیدم خیلی شبیه کینگزمن پیداش کردم. نمیدونم که کینگزمن هم حالا امسال اومده یکم همه خیلی با اون فیلم مقایسهش کنن احتمالاً، و نمیدونم اگه بتونه به خوبی کینگزمن باشه یا بهتر. حتما بهتر از فیلم نامه که 100% بهتر از کینگزمن. آره نمیدونم حالا جوکای بهتری خواهد داشت. آره دیگه این چیز هم هستش دیگه، این استریت اوت آف نه بابا برای چیز مثل اید مارز برای رپر هست، برای چیز آیس کیوب و اید مارز قشنگ بود، ولی من زیاد تو رپ گوش نمیدم بس برای مهم نیست. آره آن تریلرش قشنگ میزد دیگه. مستر مایندز که این زک چیز زکی لیفی کنه سوزی میکنه. آره میرن دوزی میکنن. آره با چیز با این اوبرمیلسون. آره تریلرش خنده دار بود. فیلم های کمدی یکم تکراری شدن اما هر چند بار یه بار بازیگرا میتونن، ولی هیچ فیلمی تکراری تر از ژانر چیز ترسناک نشده واقعا. یعنی حالم به هم میخوره. حالا تو این سریز صحبت میکنم براتون. دیگه هیتمن ایجنت 47 فکر نکنم فیلم خوبی باشه. من تا امروز هنوز یه فیلم خوب از بازی کامپیوتری ندیدم. امیدوارم این اولیش باشه. خیلی من منتظر چیزم اسیزنز کرید و یک چیز دیگه اسیزنز کرید که تازه داره فیلم برداری شروع میشه. استارکرافت آره با دیگه... فیلمش داره میاد؟ آره دیگه کارگردان چیز هم داره میسازش، سورس کود و چیز و اینا دارن میسازنش. خیلی من اون... به نظر من اون میشه اولین، اگه این خوب نباشه اون میشه اولین فیلمی که از روی بازی کامپیوتر آمده و خوبه. سینستر دو تو در برش حرف بزن چون دارم دوستش. نه سینستر یک بد نبود خدا کلی. سینستر یک آره من خیلی دوستش. من دوست داشتم. من با اینکه خیلی ترس های پرشی میگن. آره ترس های جهنمی پرشی. آره فارسی. آره داشت فارسیش میکرد. یه چیز میپره یه میپره. تو صف جیغ میزنی. آره دیگه زیاد از اون داشت، ولی با اینکه زیاد از اون داشت یه ذره ایده وحشتناک، ایده وحشتناک و یه موقعای قشنگی هم داشت، مثل اونجایی که فیلمو داشت میدید ترسناک بود. با اینکه میگفتی چی میشه چی میشه، ولی دیگه دارن دیگه خرابکاری میکنن. آره هم کارگردانش عوض شده چون کارگردان سینستر یک داره میره چیزو بسازه، دکتر استرنج و با چیز با بندیکت کامبربچ داره میره دکتر استرنج رو بسازه واسه مارول. حالا این سینستر دو کارگردانش اصلا به نظر من فقط دیدن سینستر یک پول زیاد در آورده. آره. اومدن دوشو بسازن. سینستر دو هم این همونه دیگه، بچه‌ای اصلا در بود اخون شده. اصلا قشنگترین چیز سینستر یک همون پیچیدگی بود که آخرش میفهمیدی حالا بدون که لو بدیم کیا این کار میکنن، که دیگه تو دوش اون پیچیدگی از بین رفته. من بعید میدونم چیز دیگه بترسونم. بیمزه میشه وقتی بیمزه میشه فیلم ترسناک. آره. نیست. یه ترسناک قشنگ به نظر من بعدش میاد، هفته بعدش ریگرشن چیز ایتان هاک و اما واتسون توش بازی میکنن. من تریلرش رو دیدم خیلی قشنگ میزد تریلر، انگار دلهور آور ترسناک بیشتر تا چیز. به نظر من این جزء ترسناک هایی میشه که باعث میشه سینستر دو از ذهنمو پاک شه. پاک شه برو بعد ببینیم دیگه آگست تموم شد. تموم شد؟ آره بله. چیز اون ویدیو اختصاصیمون دو هفته پیش ما رفتیم سر ست یه فیلم خیلی کوچیکیه. آره فیلم مستقل کوچیکی که اتفاقا تو تورنتو داشتن فیلم برداری میکردن، که خیلی ها میپرسن ما از کجا فیلم ها رو میبینیم از کجا. آره ما از تورنتو زندگی میکنیم. من تورنتو زندگی میکنم، ایشون نیو مارکت کاناداییم. بعد آره دیگه ما براتون یه چند تا ویدیو گرفتیم، یه چند تا حرف زدیم درباره اون ست. ببینیم فیلم هم بهتون نمیگیم چه فیلمه، ببینیم خودتون میفهمید. خوش اومد به یکی دیگه از برنامه های پروژکتو. من شاوان. من مهدی. قسمت خصوصی برای فیلم اختصاصی. اوکی کات میشه. اوکی این قسمت اختصاصی برای فیلم سویساید سکواده. خب اینجا ما اومدیم هالیوود بولوارد. نه شوخی کردم، اینجا یانگ استریت. آه نه یانگ استریت. آره یانگ استریت که شده گاد ها دیگه. خب دیگه از فیلمه که هم بگو کارگردان. فیلمه کارگردانش یادم رفت. آیر بود فیلمش. آره دیوید آیر. کارگردان فیلم دیوید آیر، بازیگران ویل سمیت و جلر و مارگو رابی رو من فهم میدونم. آره اصلیش اینان دیگه. فیلم های کارگردان ها فیلم های خوبی داره. فیوری فیلم خیلی خوبی بود. من اند آف واچ میگم
اندافاچ هم داخل قشنگه. یه فیلمای بدم داره، سابوتاژ هم، سابوتاژ هم یه فیلمای بدش بود. یه الان از ساعت 7:30 من اینجام اومدم میبینه خیابونا خیسن، خیابونا رو بگیر. ولی بارون نیومده. آره بارون نیومده، اومدم با ماشین خیابونا رو خیس کردن با یه سری ماشین و اینا. بعد دیگه چیکار کردن؟ چراغا هم آره چراغا رو هم بگیر. چراغ گذاشتن. آره حالا رو قراره یه لامبورگینی جلتو یا جوکر. آره لامبورگینی جوکر هم رد شد. حتما میگیریم. آره دیگه خیلی دیگه چی بگیم دیگه؟ دیگه چیزی چی نمیگیم. آره دیگه واسه هر صحنه قشنگی بود اومد فیلم میگیریم. شواب نخوریم دوده اینا چیز میکنم اینا حرکت میکنم اون ماشین ها همه پلاکشون پلاک گات همه دیدی؟ چه داره دیدی؟ دیدی؟ ماری قرار بود یکی از اعضای سوسای اسکواد بازی کنه که مثلا اینکه الخاندرو فیلم رونننت بهش چیز کرد. آره دیگه شوتینگ اون یکم آره. دیر شدش، عقب افتادش و فیلم برداریش عقب افتاد، نتونست بیاد. اما همین که تام هاردی و جلتو این اصلا نشون میده فیلمنامه قویه. یعنی ولی جلتو چند تا فیلمنامه به درد نخورم تا حالا چیزی پنیک روم مثلا. جلتو حالا مثلا اینکه به قول چیز مهدی مثلا اینکه خیلی فیلمنامه خوبیه، ولی جلتا فیلمنامه بعدم برداشته. اما تاماردی اول قبول کرد، تاماردی فیلمنامه خوب برمیده. آره. ولی اگر هم خوب نماشه خوبش میکنه میدونی؟ آره کارش درست میکنه. بعد چیز هم بود سویسای اسکواد اصلا اینجوری بود که جوکر نبودش توش، یعنی توی کامیک بوکاش جوکر نیستش، درباره یه سری دشمنای دی سی هن که انگار با هم دیگه جمع میشن و یه کارهای خرابکاری انجام بدن و اینا. و تو تیمشون هیچ وقت جوکر نبوده و توی این فیلم ها برای اولین باره که داره جوکر استفاده میکنه. آره فکر نکنم جوکر باشون باشه، شاید آره. از اون دوزی ازش میکنه یا نظر من اکثر فیلم بین مارگو رابی و دیدشاته، چون تو فیلم برداری صحنه‌ای که نگاره همینجور تو خیابون مردم فیلم گرفتن اکثرا داره نشون میده دیدشات و مارگو رابی یعنی هارلی کوین دیدشات. آره هارلی کوین دیگه ببن حالا بقیهش. آره ببن بقیه. این دود میزنم این دود میگه اون بعدی چیزه درکتره اینه اون روش روشه. آره اون روش روشه درکتره یا پروڈیسر اینه پروڈیسر این که هم درکتره به دومن داره بیراد میگه دو ساعت. آره دو ساعت گذشته الان هنوز که هنوزه میان خیابونا رو خیس میکنن، هنوز صحنه رو دارن. آره یک صحنه رو الان خیابونو بگیر یا نسه. با تشکر از دوستمون کامیار که زحمت فیلم برداری رو کشید واسه ما، دهن ما صاف شد. آره الان این خیابونه هی ماشینا میذارن برن، بعد که میخوان ماشینا اصلی ردشن میبندن همه رو، بعد دیگه تا ساعت 5-6 صبح قراره شوتینگ داشته باشن. بعد اینم برای 4 روز این خیابون رو گرفتن، نمیدونم 4 روز میخوان همین یه صحنه رو بگیرن. ما گفتیم الان قراره یه چیزی بتره که آره. یه چیزی چپ کنه الان... همش این ماشین جوکر این همینه این ولی یه دوتا ویراش میره برمیگرد. آره 15 بار فکر کنم رفت اومد ماشین جوکر. این دیوید آیر فکر کنم مثل دیوید فینچر چیزه، پرفکشنیست. آره خیلی چیزای دقیق میخواد اون صحنه که خودش میخواد. آره دیگه نمیدونم چی میشه. بیا در مورد لباس جوکر حرف بزنیم. لباس جوکر یا عکس بیشتر ازش نمیاد چی بگیم؟
آره دیگه چه شکلی بود، چه جوری بود، خوش دومن چه جوری؟ خیلی ترس داک نبود، خیلی بیشتر ایمویی بود از آره شبیه مری مانسون بود. آره شبیه مری مانسون بود، راست میگه. آره تتوهاش خیلی سرسده، ولی ابروهاش رو شیف کرده و برام خوش آمد. آره تتوهاش خیلی مثل اینکه الان میخوان دوباره بیارن. آره. که به همه میگن از خیابون برن کنار. آره شهاب شهابو دعوا کرد آقای، گفت فرصت جا بزن فیلم بگیره، بگو یک دو سه اکشن. خب همینجور که دیدیم ما اکشن رو دادیم. آره دیوید آریا هم شنید. آره ماشین رو شروع کردن به حرکت کردن. اول یه ماشین میاد دودو میزنه، خیابون دودیشه، همینجور که میبینین خیابونا رو هم خیس کردن که بارونی باشه. بقیه ماشینا میان که انگار خبریه. آره شبیه ماشین عروسن، اول بوق بوق میزنن و اینا. رو پلاک همشون هم نوشته گات ها. چراغ قرمز هم رد کردن. آره الان خیسمون میکنن ماشین. ماشین جان خیلی ماشینش نازه، حالا خود فیلمو نمیدونم اما ماشینش خیلی خیلی خوبه. ماشینش چه ویراژ میده. آره ماشین عروس چه جور رنگ کردن ماشین، دیدی؟ شانس ما رو میبینیم، ما تا 12 شب اونجا بودیم بتمن پیداش نشد. حالا روز بعد که ما نرفتیم بتمن آوردم با ماشین. همون نصف شبش ساعت نصف شب؟ تا 5 صبح خیابون یانگ رو که بلندترین خیابون جهان، یعنی خونه اینم تو یانگ، خونه منم تو یانگ، تو سه تا شهر مختلف. آره بعد چیزه زندگی میکنیم. بعد خیابون یانگ رو بسته بودن، شلوغ‌ترین قسمتش رو مردم جمع شده بودن، دود میزدن. ما هم کمک کردیم تو ساختن فیلم، یادت سیمو جمع کردیم. سیمو جمع کردیم. آره. کمک کردیم که دوربین رو گذاشتیم اون که اسم ما رو بزنم آخر. آره می نویسن مرسی، آره thank you from projector. آره چیزه دیگه. آره دیگه ماشین بتمن آوردن شبش، ماشین جوکر خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. یه صحنه رو 20 بار فیلم برداری کردن. آسمان داشت خورد میشد. حالا فهمیدم چقدر فیلم برداری، فیلم های بزرگ این چرا انقدر طول میکشه. خرج داره. آره خیلی واقعا خیلی. ببین همون صحنه رو چند بار، بیشتر از 10 بار واقعا. من یه شب دیگه داونتاون بودم، دیدم زدن یه خیابون بستن، رفتم ببینم همون فیلمو دارم فیلم برداری میکنم. رفتم دیدم دوباره چراغ واسه کردن و اینا، اما کل خیابون بسته بودن، حتی نمیذاشتن آدما برن. واسه همین نشد از دور تونستم فقط دو تا عکس بگیرم، حالا اونا رو اگه شد کیفیتش خوب بود میذارم. اما همه چیزای اکشن توی همون خیابون را افتاد دیگه، اتفاق دیگه قرار نیست فکر کنم تا آخر تابستون توی یه چیز بمونن، توی استدیو توی استودیوشو میکنن. آره دیگه تو خیابون فیلم برداریشون تموم شد. اینم فیلمای تابستون، حتما درباشون صحبت میکنم، اگه خوب بودن بازبینی میکنیم، حتما نظراتون هم توی باز آره یک کامنت هم جواب بدیم ها، یک دونه زود جواب بدیم. آمهدی از همون پرسیدن که بچه یه توضیح درباره تورم و نرخ قیمت ها بدید. ما هر وقت میریم توی لیست باکس آفیس میبینیم کل فیلم در حال اکران تو لیست ورلد واید هستن، احتمالا منظورش اینه که مثلا رکورد زدن و اینا. لطفا بگین که چی جوریه که مثلا علاقه مردم به سینما بیشتر بوده یا افزایش قیمت بلیط ها. خیلی هم راست میگه، چون الان توی این سه هفته فکر کنم بیشتر از 3 تا رکورد شکسته شد. همیت بالا. آره اگه حالا فیر 7 که بیشترین سریع ترین 1 میلیارد به دست آورد، بعد باز دوباره یه ماه بعدش جوراسیک ورلد الان رکورد اونو زد. خب بذارم میگم چطوریه چیز، بذارم من فقط رکورد ها رو بگم. چیز تو هفته اولش 200 میلیون دلار، 208 میلیون دلار جوراسیک ورلد رکورد پرفروش‌ترین فیلم هفته اول تاریخ رو زد که اونجرز 1 بودش. واسه همین الان هر روز داره رکورد ها. اینساید آوت هم یه رکورد زد، حالا ممکنه همه حواسشون به جوراسیک ورلد پرته، اینساید آوت پرفروش‌ترین فیلم اورجینال تاریخ شد. واو. یعنی فیلمی که بر اساس ادامه هیچ فیلمی نیست، پیش از هیچ فیلمی نیستش و اینا، و آره ربط به هیچ فیلمی نداره، ربط به کامیک بوک و اینا نداره. و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ شد، 90 خورده میلیون دلار. آره می‌خواستم بگم که این اولا که اون چیزایی که تو ورلد وایل می‌بینی بدون تورمه. خب این یک، پس یعنی تورم حساب نمی‌کنن. بعد دو اینکه توی نورث امریکا و یه اروپا اینا ما که سینما می‌ریم اصلا فیلمای مثل فیلمای بزرگ مثل جوراسیک ورلد و فاست اند فیورس انقدر
مثلا آشغال پاشغال دارم، مثلا $15 میدی بلیط برای سه بودی، یا مثلا $25 میدی برای اینکه صندلی تکون بخوره، نمیدونم $30 میدی برای اینکه مثلا مشروب باشه، آره. مثلا $20 میدی آی ماکس باشه. ببین خب این تیکت، این بلیط های $30 $20 اینا میدن که رکورد میشکنه. بخاطر همین من میگم فیلم های مستقل تر ارزش آره. بیشتره. حالا بجز اینساید اوت یا فیلم هایی که میگم واقعا روش کار شده باشه، من مشکلی با اینساید اوت ندارم، مثلا خیلی دوست دارم، ولی اونجرز و دیگه جوراسیک پارک و اینا دیگه. آره این سوالی هم که پرسیده افزایش بلیط قیمت ها، واقعا اینجا تورم اونقدر نیست، فقط مثلا چه میدونم شاید بگم اگه کف بلیط رو حساب کنیم، مثلا شاید بگم توی 5 سال گذشته $1 شاید گرون شده باشه، شاید بگم از $11 شده باشه $12. تورم حدود 2-3% اینجا، واسه همین خیلی تورم تاثیر نداشته. مردم هم روز به روز علاقهشون بیشتر میشه برن سینما و اینا دیگه، چون چیزه فیلم ها تبلیغای بیشتر به نظر من اون نیست، یکی اون نیست، بعد سینما همیشه اینترتینمنت بوده، مردم میرفتن. اینه که خیلی فیلمای توی این 10 سال اخیر فیلمای بزرگتر یا فیلمایی که به قبل رفت داره، آره. خیلی اون شکلی میاد. ببین توی این چند سال گذشته جوراسیک پارک اومد، چقدر فاستن فیوریس اومد، قرار استار وارز بیاد، استار ترک اومد، دیگه چیزایی که قبلا درست میشد. آره الان دو تا سه تا فیلم اومده که به 1 میلیارد رسیدن، که اصلا رکورد عجیبیه توی یک سال 3 تا فیلم که به 1 میلیارد برسن، و مینیونز هم احتمالاً به 1 میلیارد برسه، استار وارز هم احتمالاً به 1 میلیارد برسه. اوه استار وارز همه رو میشکنه. آره به 1 میلیارد برسه. و من واقعا نمیدونم استار وارز میتونه رکورد بزنه، چون من واسه جوراسیک ورلد یادم همه سالن‌های سینما پر بودش تقریبا اون روزی که رفتیم، و نمیدونم که بتونه اصلا سالن کافی است که بتونه رکورد جوراسیک ورلد بزنه یا نه. سینما میسازن برای استار وارز. آره ها این سینما ساختم که گفته خیلی مهمه که الان خیلی رکورد میزنه و اینا، چون اکثر رکوردهایی که میبینین شکسته شده رکوردهای جهانیه، رکوردهای اینجور اشاره کرد ورلد واید، رکوردهای آمریکا خیلی کمتر چیزی که شکسته شده اینا. دلیلش اینه که بازار چین جدیداً اضافه شده، و هر یه آمار خیلی عجیبی که بود، هر 18 دقیقه تو چین یه سالن سینما ساخته میشه. واو. و خیلی از فیلم‌ها مثل ترانسفورمرز و اینا اصلا داستانشون رو میبرن تو چین که فروششون تو چین بره بالا، واسه همین چین الان یه حرف گنده‌ای میزنه واسه فروشای جهانی. و اگه برین ریزشو ببینین که هر فیلم تو هر کشور چقدر میفروشه، میبینین چین مثلا $200 میلیون $300 میلیون از آمریکا داره بزرگتر میشه فروش فیلم‌ها تو چین، واسه همین استدیوها خیلی سرمایه‌گذاری می‌کنن اونجا، سالن‌های سینما. میگم هر 18 دقیقه یک سالن سینما ساخته شدن شوخی نیست، و یک چهارم جمعیت دنیا هم که اونجا زندگی می‌کنه دیگه، واسه همین فروش فیلم‌ها میره بالا دیگه هرچی اونجا سالن سینما بیشتر شه. آره خب طولانی شد این. آره دیگه نظرتون رو بنویسید حتما تو بازبینی. 2 هفته نبودیم جبران کردیم. آره جبران کردیم. میگم شلواره کار کردم ولی هوا گرمه بابا، اینجا گرمه تابستون. پروژکتور از @bazbini.com با 2 تا ای حتما بفرستید نظرتون. مرسی، هفته دیگه خدافظ.